مجلس سنای آمریکا عصر پنجشنبه 19 شهریور ماه پس از ساعت‌ها بحث درباره توافق هسته‌ای با ایران درباره کفایت مذاکرات رأی‌گیری کرد که این موضوع با 58 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف رأی لازم را نیاورد. در صورتی که درخواست کفایت مذاکرات 60 رأی موافق به دست می‌آورد، توافق اتمی با ایران به رأی گذاشته می‌شد. 40 نماینده دموکرات و 2 نماینده مستقل به درخواست کفایت مذاکرات رأی منفی دادند. رأی منفی به کفایت مذاکرات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را از امکان وتو بی‌نیاز کرد. آقای اوباما پیش از این عنوان کرده بود در صورت رأی منفی به توافق آن را وتو خواهد کرد. او دیروز پس از رأی منفی به رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای در سنا در بیانیه‌ای آن را پیروزی برای دیپلماسی، امنیت ملی آمریکا و امنیت و آسایش جهان دانست. او در بیانیه خود نوشت از اینکه بسیاری از سناتورها توافق با ایران را شایسته دانستند دلگرم شدم و از حمایت قوی قانونگذاران و شهروندان خوشحالم. کنگره آمریکا از روز سه‌شنبه 8 سپتامبر و پس از پایان تعطیلات یک ماهه تابستانی بررسی برجام را از سر گرفته است. کنگره برای تصمیم گیری در این باره تا روز پنجشنبه 17 سپتامبر وقت دارد. نشستی مشابه نیز در مجلس نمایندگان آمریکا در جریان است، اما جمهوری خواهان برای رد توافق هسته‌ای به 2/3 کل رأی دو مجلس نیاز دارند و با رد رأی‌گیری در سنا عملاً جمهوری خواهان در رد توافق شکست خوردند. این در حالی است که جان برنر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان روز گذشته گفته بود با استفاده از هر وسیله‌ای که در اختیار آنهاست از اجرای توافق هسته‌ای با ایران جلوگیری خواهند کرد. پس از رأی منفی سنا، مجلس نمایندگان روز گذشته به قطعنامه‌ای رأی مثبت داد که می‌گوید باراک اوباما به علت عدم ارائه زمائم کامل توافق هسته‌ای به کنگره از قانون تخطی کرده است. روز گذشته پس از رأی منفی مجلس سنا، سناتور میچ مک‌کنل رهبر اکثریت جمهوری خواهان اعلام کرد هفته آینده دوباره در این باره بحث خواهد شد و از اقداماتی صحبت کرد که میتوان از طریق آنها دوباره موضوع را مطرح کرد. او گفت شاید برخی بخواهند رأی خود را تغییر دهند. این در حالی است که مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در مدت اخیر از تمام امکانات خود برای ایجاد مانع در راه تصویب نهایی توافق بهره بردند. تنها 40 میلیون دلار مخارج کمپین مخالفت با توافق است که بخش عمده آن از طریق گروه‌های حامی اسرائیل تأمین شده است. در کنگره آمریکا که شامل دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا است، جمهوری خواهان از اکثریت برخوردارند. از 100 نماینده سنا 54 نفر جمهوری خواه و 44 نفر دموکرات هستند. در مجلس نمایندگان نیز که 435 عضو دارد، 247 نفر از آنها از حزب جمهوری خواه هستند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از رأی سنای این کشور به توافق هسته‌ای با ایران استقبال کرد و آن را گام مهمی در جهت اجرای این توافق میان ایالات متحده و متحدانش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. آقای کری گفت اجرای این توافق ایالات متحده، دوستان و متحدانمان در منطقه خاورمیانه و همه جهان را در موقعیتی امن‌تر قرار خواهد داد. روز گذشته و همزمان با اوجیری بحث بر سر توافق هسته‌ای با ایران در کنگره آمریکا، سران سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه از توافق هسته‌ای اعلام حمایت کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یادداشتی مشترک در روزنامه واشنگتن پست نوشتند اکنون لحظه مهمی است، فرصتی حیاتی برای نشان دادن آنچه دیپلماسی قادر به دستیابی به آن است. آنها در این مقاله مشترک از کنگره آمریکا خواستند تا توافق با ایران را تصویب کند، در این حال از مسئولیت مشترک در مقابله با تهدید ایران مجهز به سلاح هسته‌ای نیز سخن گفتند.
آنها در این یادداشت بار دیگر تاکید کردند که توافق حاصل شده میان شش قدرت جهانی و ایران پاسخگوی نگرانی‌های جامعه جهانی در ارتباط با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. سران آلمان، بریتانیا و فرانسه نوشتند اطمینان داریم این توافق زیربنای حل دائمی مناقشه هسته‌ای ایران خواهد بود. توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی که پس از 12 سال مناقشه هسته‌ای و بیش از 22 ماه مذاکره سرانجام در تیر ماه حاصل شد با مخالفت‌های در ایران، آمریکا و خصوصاً اسرائیل روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آمادگی برای پذیرش دست کم 10,000 پناهجوی سوری شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه 19 شهریور گفت بالا رفتن تعداد پناهجویان نشانه افزایش میزان تعهد ایالات متحده در قبال مردم مناطق بحران زده و کمک به تهیه مایحتاج آنهاست و برای پذیرش این تعداد پناهجو کنگره باید اعتبار مالی لازم را فراهم کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تا کنون 4 میلیون شهروند سوری را به عنوان پناهجو ثبت نام کرده و از دولت‌های جهان خواسته است تا پایان سال 2016 میلادی 130 هزار پناهجو را اسکان دهد. در اردیبهشت ماه سال جاری 14 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند اجازه بدهد 65 هزار پناهنده سوری در این کشور اقامت کنند. سخنگوی کاخ سفید گفت کمک‌های مالی انسان دوستانه مؤثرترین راه برای کمک آمریکا به این بحران بوده است. آقای ارنست گفت آمدن میلیون‌ها سوری به ایالات متحده عملی نیست. آقای ارنست در پاسخ به این پرسش که چرا دولت آمریکا کمتر از بریتانیا که کشور بسیار کوچکتری است پناهنده قبول می‌کند گفت ایالات متحده می‌خواهد به نیازهای حیاتی و نیازهای فوری مهاجران مانند نیازهای دارویی، غذا، آب و پناهگاه رسیدگی کند. آمریکا از آغاز بحران پناهجویان در اروپا 4 میلیارد دلار به این امر اختصاص داده است. همزمان دولت آلمان که به خاطر آمادگی در پذیرش پناهجویان توسط همسایگان شرقی خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، روز پنجشنبه 19 شهریور هشدار داد که طرح جدید کمیسیون اروپا برای تقسیم 160 هزار نفر از مهاجران تازه از راه رسیده بین کشورهای عضو اتحادیه تنها قطره ای از یک اقیانوس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار بی سابقه ای از پناهجویان روز پنجشنبه 19 شهریور از طریق کشورهای ناحیه بالکان وارد خاک مجارستان شدند. تعداد این افراد آنقدر زیاد است که دولت اتریش حرکت قطارها بین این کشور و مجارستان را متوقف کرده است. پلیس مجارستان نیز گفت تنها تا 24 ساعت گذشته بیش از 3300 نفر وارد خاک این کشور شدند و مهاجران تلاش می‌کنند پیش از شروع اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌تر تکمیل شدن حصارهای مرزی و سرد شدن هوای منطقه خود را به مجارستان و از آن طریق به کشورهای اروپای غربی برسانند. تلویزیون دولتی صربستان گزارش داد که طی روز گذشته حدود 5000 پناهجو وارد نوار مرزی این کشور شدند. گزارشگران خبرگزاری فرانسه در نوار مرزی یونان و مقدونیه 50 اتوبوس حامل حدود 2500 پناهجو و 3 قطار حامل 3000 نفر دیگر را دیدند که روز پنجشنبه وارد خاک مقدونیه شدند. دفتر امور پناهجویان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داد که تا هفته آینده حداقل 42 هزار پناهجوی دیگر وارد مجارستان خواهند شد. بسیاری از این افراد از طریق مسیرهای دریایی خطرناک دریای مدیترانه را طی کردند. اکثر آنها اتباع کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستان هستند و امیدوارند بتوانند خود را به آلمان برسانند. خالد بن احمد خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در گفتگویی با روزنامه فیگاروی چاپ پنجشنبه 19 شهریور اعلام کرد برای رفع نفوذ ایران در یمن به حملات زمینی نیاز است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی به فیگارو گفت باید اطمینان داشته باشیم نفوذ ایران و همپیمانان حوثی آنها را کاملا از بین برده ایم. بحرین بخشی از ائتلاف کشورهای عربی است. این ائتلاف در پی بازگرداندن قدرت به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن است.
نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 6 فروردین ماه حملات هوایی خود را به مواضع حوثی‌ها آغاز کردند. آنها ایران را متهم می‌کنند که از شورشیان حوثی پشتیبانی نظامی می‌کند و به این دلیل حریم هوایی و نیز مرزهای آبی یمن را تحت نظارت و کنترل خود گرفتند. پادشاه عربستان سعودی پیشتر با اشاره به ایران از ضرورت مواجهه با یک تهدید خارجی که در پی گسترش کنترل خود است و منطقه را با خطر بی‌ثباتی مواجه می‌کند سخن گفته بود. ایران اما امنیت یمن را امنیت ایران و منطقه می‌خواند و همچنان به یمن تجهیزات نظامی ارسال می‌کند. در تازه‌ترین تحول، جنگنده‌های ائتلاف روز پنجشنبه 10 سپتامبر حملات شدیدی را به مواضع حوثی‌ها در صنعا پایتخت یمن انجام دادند. به گفته شاهدان عینی این حملات شدیدترین در طی 5 ماهی است که از شروع این عملیات می‌گذرد. در این حملات خانه‌های رهبران سیاسی حوثی‌های طرفدار ایران و پایگاه‌های نظامی آنها هدف قرار گرفته است. نیروهای مردمی یمن و نیروهای ائتلاف در ماه ژوئیه عدن و بیشتر مناطق جنوبی این کشور را آزاد کردند. اکنون جبهه‌های جنگ به مناطق شمالی یمن کشیده شده است. همزمان یک مقام قطری روز سه‌شنبه اعلام کرد که دوحه 1000 نیروی آماده برای جنگ به یمن اعزام کرده است. حدود 1000 سرباز سعودی هم پیشاپیش به استان معرب در شرق پایتخت یمن رسیدند. بر اساس ارزیابی‌های آندریاس گریک، یک مشاور نظامی قطر که در لندن ساکن است، در هفته گذشته در مجموع اندکی بیش از 5000 نفر از نیروهای زمینی ائتلاف در یمن بودند. مؤسسه ایران پل با همکاری دانشگاه مریلند آمریکا یک نظرسنجی تلفنی از مردم ایران انجام داده که بر اساس آن حدود 76% گفتند حامی توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 هستند. بر اساس این نظرسنجی کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند در حالی از توافق اتمی حمایت کردند که از جزئیات آن بی اطلاع بوده و تصور می کنند با این توافق بلا فاصله تمام تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی لغو خواهد شد. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که 56% ایرانیان نمی دانند که ایران با محدود ساختن تحقیقات هسته‌ای خود موافقت کرده است. بر اساس توافق وین، تنها آن تحریم‌هایی لغو خواهد شد که در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بود. برخی از تحریم‌های ایران برای مسائل نظامی و یا دخالت ایران در منطقه وضع شده است. بر اساس این نظرسنجی اکثریت ایرانیان انتظار دارند که به واسطه این توافق دسترسی بهتری به داروها داشته باشند و بیکاری هم کاهش یابد. از دیگر نتایج این نظرسنجی رشد محبوبیت حسن روحانی و محمد جواد ظریف در 1 سال گذشته است. همچنین شمار کسانی که خواهان پیروزی هواداران دولت در انتخابات مجلس هستند رشد کرده و از 49.8% در سال گذشته به 60.1% رسیده است. این نظرسنجی از طریق تلفن در فاصله روزهای 17 تا 27 مرداد انجام شده و 1000 نفر هم در آن شرکت کردند. ژنرال وینسنت استوار رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا میگوید عراق و سوریه احتمالاً طی سالهای آینده در پی درگیری‌های قومی و مذهبی چند پاره خواهند شد و ممکن است خاورمیانه شکل تازه‌ای به خود بگیرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وی روز پنجشنبه 19 شهریور طی نشستی گفت عراق و سوریه در پی جنگ و تنش‌های قومی ممکن است به مرز فروپاشی دائم برسند. وی افزود می توانم زمانی را در آینده ببینم که سوریه به 2 یا 3 بخش تقسیم شده است. رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا گفت چون این چیزی هدف آمریکا نیست، اما احتمال رخ دادن آن رو به افزایش است. بنابر همین گزارش، جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نیز در همین نشست گفت با وجود اینکه در هر دو کشور عراق و سوریه مرزهای پیشین سر جای خود قرار دارند،
اما دولت‌های مرکزی کنترل کامل بر آنها ندارند و گروه موسوم به حکومت اسلامی در مرزهای هر دو کشور قرار گرفته است. آقای برنان گفت مردم در کشورهای عراق و سوریه دیگر بیشتر از هویت ملی خود با هویت قومی و مذهبی خودشان را شناسایی می‌کنند و فکر می‌کنم خاورمیانه در آینده طی یک یا دو دهه پیش رو با تغییراتی روبرو خواهد شد که شکل آن را بی‌شباهت به آنچه اکنون هست تغییر می‌دهد. در همین حال در تحولی دیگر درباره سوریه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تایید حضور کارشناسان نظامی کشورش در سوریه گفت روسیه علاوه بر کمک‌های بشردوستانه بر اساس قراردادهایش با سوریه تجهیزات نظامی نیز برای دولت بشار اسد ارسال می‌کند. آقای لاوروف روز پنجشنبه 19 شهریور با انتقاد از دلمشغولی غرب برای تغییر حکومت‌ها گفت روسیه تاکنون کمک‌های نظامی زیادی به سوریه کرده است و از این پس نیز برای جلوگیری از تکرار سناریوی لیبی و دیگر حوادث تلخ منطقه برای سوریه هر نوع کمک نظامی که ارتش آن کشور نیاز داشته باشد ارائه خواهد داد. روسیه پیش از این اعلام کرده بود که ایران و یونان اجازه استفاده از حریم هوایی خود را برای ارسال کمک‌های روسیه به سوریه صادر کردند. آقای لاوروف همچنین گفت روسیه هرگز حضور کارشناسان نظامی خود در سوریه را انکار نکرده است. روز پنجشنبه دبیر کل ناتو با ابراز نگرانی از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه گفت که این حضور کمکی به حل مناقشه منطقه نخواهد کرد و همه باید از راه حل سیاسی در این باره حمایت کنند. در خبری دیگر موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفت روسیه در روزهای اخیر علاوه بر اعزام مستشاران نظامی به سوریه شماری نیروی رزمی نیز برای کمک به بشار اسد به این کشور فرستاده است. به گزارش اسوشیتد پرس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه 19 شهریور گفت تا جایی که ما می دانیم در این مرحله بحث نیروی محدود است که مستشاران نظامی و تیمی امنیتی را در بر می گیرد که از جمله انجام تدارکات لازم برای عملیات هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی را به عهده دارند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل روسیه می‌خواهد به راه اندازی یک پایگاه هوایی در نزدیکی لازقیه در غرب سوریه کمک کند. یک مقام فرانسوی با اعلام اینکه فرانسه در ورود به بازار پرسود ایران بعد از توافق اتمی از دیگر کشورهای رقیب اروپایی و آسیایی عقب مانده است اعلام کرد یک هیئت اقتصادی فرانسوی در ماه سپتامبر عازم تهران خواهند شد. معاون کمپانی بزرگ ساخت و ساز وینچی با اعلام این خبر به خبرگزاری رویترز گفت نمایندگان 130 شرکت فرانسوی از جمله شرکت نفتی توتال در روزهای 21 تا 23 سپتامبر به تهران خواهند رفت. این سفر برای ما بسیار با اهمیت است. ما از دیگر رقبا جا ماندیم و باید این فاصله ایجاد شده را برطرف کنیم. این مقام تجاری فرانسه از شرکت‌های آلمانی، اتریشی و چینی به عنوان رقبایی نام برد که سریع‌تر از فرانسه وارد عمل شده و برای داد و ستد تجاری گسترده با ایران به توافق‌های اولیه رسیدند. در جریان مذاکرات اتمی میان ایران و کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1، فرانسه یکی از کشورهایی بود که سخت‌ترین مواضع را نسبت به ایران داشت و گزارش‌های متعددی از برخی کارشکنی‌های فرانسه در روند مذاکرات منتشر شد. با این حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه ماه گذشته به تهران سفر کرد تا عادی‌سازی روابط با ایران را کلید بزند. آقای فابیوس در جریان سفر خود به تهران و در گفتگوهای مطبوعاتی بعد از سفر تاکید کرد که او به هیچ وجه قصد ندارد بعد از اجرای شدن توافق به روابط تجاری سودآور شرکت‌های فرانسوی با ایران خدشه‌ای وارد شود. این در حالی است که برخلاف سایر وزرای خارجه کشورهای غربی که به ایران سفر کردند، آقای فابیوس هیچ نماینده یا هیئت تجاری را با خود به تهران نبرد. پیش از اینکه تحریم‌های گسترده تجاری و بانکی علیه ایران آغاز شود، فرانسه یکی از اصلی ترین شرکای تجاری اروپایی ایران محسوب می شد و برخی از مهمترین کمپانی های فرانسوی از جمله شرکت نفتی توتال و خودروسازی پژو در ایران فعالیت گسترده ای داشتند. در سال 2011 فرانسه در مجموع 1 میلیارد و 77 میلیون یورو
واردات عمدتاً نفتی از ایران داشت. این رقم در سال 2013 به 62 میلیون یورو کاهش پیدا کرد. بزرگترین بانک فرانسوی BNP پاریبا نیز به جرم دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سوریه و سودان به جریمه نقدی کلان 9 میلیارد دلاری محکوم شد. به گزارش رویترز، برخی دیپلمات‌های فرانسوی به این خبرگزاری گفتند به ویژه بانک‌های فرانسوی برای شروع دوباره مبادلات مالی با ایران نگرانند و در انتظارند تا مطمئن شوند توافق اتمی با ایران از سد کنگره آمریکا عبور کرده و اجرایی می‌شود. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی کاهش یافت. صبح روز جمعه 20 شهریور هر بشکه نفت خام دریای شمال از نوع برند برای تحویل در ماه اکتبر 48 دلار و 80 سنت معامله شد که 9 سنت کمتر از روز پنجشنبه بود. نفت خام وست تگزاس نیز روز جمعه با 22 سنت کاهش به 45 دلار و 70 سنت در هر بشکه رسید. کارشناسان بازار نفت دلیل کاهش این ماده خام در بازارهای جهانی را موفقیت حامیان توافق اتمی با ایران در مجلس سنای آمریکا و تقویت مواضع باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور می‌دانند. نمایندگان سنا عصر پنجشنبه 19 شهریور پس از ساعت‌ها بحث درباره توافق هسته‌ای با ایران درباره کفایت مذاکرات رأی‌گیری کردند که این موضوع با 58 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف رأی لازم را نیاورد. رأی منفی به کفایت مذاکرات باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا را از امکان وتو بی‌نیاز کرد. باراک اوباما پیش از این عنوان کرده بود در صورت رأی منفی به توافق آن را وتو خواهد کرد. توافق اتمی با ایران تحریم‌های جمهوری اسلامی را تعلیق می‌کند و به این ترتیب ایران می‌تواند تولید نفت خام خود را افزایش دهد. انتظار می‌رود که بازگشت ایران به بازار جهانی نفت قیمت این ماده خام را باز هم کاهش دهد. یک تحلیلگر بازارهای مالی در سیدنی روز جمعه به خبرگزاری آلمان گفت اینکه تکلیف ایران چه می شود یک فاکتور کلیدی در بازار نفت است. دادستانی استان دیاربکر علیه صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب کردی HDP اقامه دعوا کرده. دمیرتاش متهم است که به رئیس جمهور توهین کرده و تلاش کرده که با تبلیغ برای PKK حاکمیت ملی ترکیه رو نقض بکنه. دو روز پیش دمیرتاش در یک سخنرانی به شدت از عملکرد دولت ترکیه انتقاد کرده بود و دولت رو متهم کرده بود که مسبب نارامی‌های اخیر در ترکیه هستش. البته این اولین بار نیست که دادستانی دیاربکر بر علیه دمیرتاش اقامه دعوا می‌کنه. در جریان انتخابات پارلمانی هم یک بار دیگه دمیرتاش با چنین پرونده قضایی روبرو شده بود و نه تنها این دادستانی، خود دمیرتاش میگه در این مدت صدها پرونده بر علیه او باز شده. اما این بار دادستانی دیاربکر خواسته که مسئولیت قضایی دمیرتاش و نمایندگان حزب کردی HDP لغو بشه تا راه برای محاکمه اونها باز بشه. دمیرتاش اما روز گذشته در راه رفتن به شهر جزیره در استان شیرناک بود، جایی که عملا هواداران PKK جنگ رو به خیابانهای این شهر کشوندن و با تصرف بخشی از شهر به سمت نیروهای دولتی آتش گشودن. در این میان حتی چند غیر نظامی هم کشته و زخمی شده. در پی بالا گرفتن تنش در جنوب ترکیه، دولت برخی از مناطق جنوبی کشور رو منطقه نظامی اعلام کرده بود، از جمله همین شهر جزیره. اما حالا این شهر به صحنه زد و خور جوانان هوادار PKK و نیروهای نظامی ترکیه تبدیل شده. دمیرتاش و برخی رهبران حزب کردی HDP هم در واقع سراسیمه به اونجا رفته بودند تا بلکه کمی شرایط رو آرام بکنن، اما نیروهای امنیتی به اونها اجازه ندادن که به داخل شهر وارد بشن. رئیس جمهور اردوغان از همه خواسته به وحدت ملی کشور بیندیشن. سلامی آلتین اوک وزیر کشور اما خشمگین در واکنش به هواداران PKK در شهر جزیره گفته اینجا سوریه نیست که کسی اعلام خود مختاری بکنه. دولت باختلی رهبر حزب ملی‌گرای حرکت ملی که هوادارانش این روزها بسیار خشمگین هستند و به صورت گسترده به دفاتر حزب کردی HDP حمله می‌کنند، پیشنهاد داده در تمامی مناطق کردنشین حکومت نظامی اعلام بشه.
و ما از آن سو کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق گفته احزاب سیاسی باید از سازمان‌های تروریستی راهشون رو جدا بکنن. به نوعی اشاره میکنه به آقای دمیرتاش و حزبش که این روزها متهم به هواداری از پکاکا هستن. در واقع حزب کردی HDP همین روزها به نوعی به قول معروف گوشت قربانی شده در این میان و نه حرفش پیش دولت ترکیه خریداری داره نه آن اندازه در میان همتوارانش در PKK نفوذ کلام داره که اونها رو با آتش بس دعوت بکنه. البته هم برخی دولت مران ترکیه و هم بسیارانی از شهروندان ترک معتقدن که HDP شاخه سیاسی PKK است که در ساختار سیاسی ترکیه قد علم کرده. و اما کمی عجیبتران که از اردوگاه آقای اوجالان در زندان امرالی همین روزها صدایی بر نمیاد. چرا واقعا نمیدونم، اما مشخص بود که اگر گفتگو با اوجالان به شکست بینجامه راه سخن گفتن تفنگ ها باز خواهد شد. در واقع ترکیه وارد روزهای دشواری شده و باز بوی باروت از لوله تفنگ ها به مشام میرسه. اشتباه استراتژیک PKK عقربه‌های ساعت رو به 30 سال پیش در این کشور کشانده. جنگ و خونریزی 30 ساله که نه رهاوردی برای مردم کرد داشت و نه ملت ترکیه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز پنجشنبه 19 شهریور به قطعنامه‌ای رأی داد که طبق آن پرچم فلسطین در برابر ساختمان این نهاد بین‌المللی در نیویورک و همچنین در ژنو و وین به اهتزاز در خواهد آمد. 119 کشور عضو سازمان ملل به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 8 کشور از جمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا رأی منفی. 45 کشور و از جمله آلمان نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. رون پروزور سفیر اسرائیل در سازمان ملل از این تصمیم انتقاد کرد و آن را اقدامی نمادین و توخالی خواند. افزون بر پرچم فلسطین با برافراشته شدن پرچم واتیکان در برابر ساختمان‌های سازمان ملل نیز موافقت شد. نماینده فلسطین در سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران این قطعنامه را یک حرکت نمادین اما مهم در تثبیت چارچوب شکلگیری کشور فلسطین توصیف کرده است. همزمان سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت برافراشتن پرچم فلسطین در مقر این سازمان جایگزینی برای مذاکره بین اسرائیل و فلسطینی ها نیست و به نزدیکتر شدن دو طرف نیز نمی انجامد. فلسطین و واتیکان عضو کامل سازمان ملل متحد نیستند، بلکه از جایگاه کشور ناظر برخوردارند و حق رأی ندارند. برکشیدن فلسطین به جایگاه کشور ناظر در سازمان ملل در نوامبر سال 2012 مرحله نمادین مهمی در دستیابی فلسطینیان به ایجاد کشوری مستقل بود. اکنون سازمان ملل 20 روز فرصت دارد تا این تصمیم را اجرایی کند. بنابراین پرچم 4 رنگ فلسطینیان می تواند به موقع و هنگامی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در تاریخ 3 سپتامبر به نیویورک سفر می کند تا در اجلاس عمومی آن سخنرانی کند در برابر مقر سازمان ملل برافراشته شود. کشورهای اروپایی در رأی‌گیری دیروز نظر واحدی نداشتند، در حالی که فرانسه، سوئد و روسیه به این قطعنامه رأی مثبت دادند، آلمان، بریتانیا، اتریش و هلند رأی ممتنع دادند. هارالد براون سفیر آلمان در سازمان ملل در یک موضع‌گیری درباره رأی ممتنع این کشور گفت عرف رایج این است که صرفاً پرچم‌های کشورهای عضو برافراشته باشد. وی افزود البته رأی ممتنع آلمان به این قطعنامه نباید برای تفسیر درباره مناسبات آلمان با واتیکان یا فلسطین جا باز کند. ریاض منصور سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل نیز خاطر نشان کرد این رأی‌گیری یک پیروزی نمادین در تلاش فلسطینیان برای دستیابی به کشوری مستقل است و امید برمی‌انگیزد. رون پروزور سفیر اسرائیل در سازمان ملل ضمن انتقاد از فلسطینیان گفت که آنان می‌خواهند سازمان ملل را فریب دهند و از این طریق برای خود امتیاز جمع‌آوری کنند. به گفته وی هیچ رأی‌گیری نمی‌تواند یک جست نمادین توخالی را به یک کشور تبدیل کند. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت برافراشتن پرچم فلسطین در برابر مقر سازمان ملل بدیلی برای مذاکرات نیست،
و طرفین را برای صلح به یکدیگر نزدیکتر نمی کند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز این تصمیم را غیر سازنده خواند. کانادا و استرالیا نیز جز به 8 کشوری بودند که در رأی گیری دیروز رأی منفی دادند. هاشم حسینی بوشهری، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، از اعتراض بزرگان حوزه نسبت به ایفای نقش بازیگران مختلف به جای روحانیون در فیلم‌ها و سریال‌ها خبر داد. وی گفت که نامه‌های زیادی در این زمینه به مسئولان ارسال کرده ایم ولی ترتیب اثری نمی‌دهند. او از جمله به نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما اشاره کرد که خطاب به رئیس این سازمان نوشته است: گاهی اوقات برخی بازیگران که مخاطبان پیشینه آنها را می‌دانند، به جای نقش‌های روحانی قرار می‌گیرند که این مسئله نه تنها تأثیرگذاری لازم را ندارد، بلکه تلقی جامعه از جایگاه روحانیت هم با آثاری منفی روبرو می‌شود. آقای حسینی بوشهری که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست گفت: البته شورای عالی حوزه نامه ای به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده تا سازوکاری مناسب برای این در نظر گرفته شود. از زمانی که فیلم مارمولک به روی اکران آمد، بسیاری از صاحبان عبا و عمامه که عنوان روحانی بر خود گذاشتند، با بررسی واکنش مردم نسبت به فیلم دریافتند که تا چه حد در افکار عمومی سقوط کردند. به همین دلیل نیز بر سختگیری خود نسبت به آثار سینمایی و نوشته هایی که روحانیت در آن محوریت دارد، کوشیدند مانع از تکرار فیلم هایی چون مارمولک شوند. مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور همچنین گفت: در کار وزارت ارشاد اشکالاتی هم دیده می‌شود که با توجه به ارتباطی که اداره کل ارشاد قم با حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید و فرزانگان حوزوی دارد، می‌تواند واسطه‌ای امین و صادق برای ارائه نظرات مراجع تقلید به وزارت ارشاد و همچنین انتقال دهنده توضیحات مسئولان امر به حوزه باشد.